کمیته سوم مجمع عمومی نقض حقوق بشر در اعدام‌های فزاینده و سرکوب تظاهرکننده را محکوم کرد. خانم رجوی با استقبال از 56مین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در ملل متحد، جامعه را به طرد رژیم ملایان فراخواند. کمیته دوم مجمع عمومی ملل متحد در روز 29 آبان قطعنامه شدید اللحنی در محکومیت نقض جدی مستمر و پی در پی حقوق بشر در ایران از جمله شمار فزاینده اعدام‌ها، سنگسار، تبعیض و سرکوب وحشیانه علیه زنان مذهبی و قومی و اعمال خشونت و ارعاب توسط شبه نظامیان دولتی علیه تظاهرکنندگان به تعداد بیماری مرگ و جراحت منجر شده است و اعتراف‌های جمعی و گرفتن اعتراف‌های اجباری با تجاوز به تصویب رساند. خوندی‌ها پیش در تهران و پایتخت‌ها و در ژنو و نیویورک و سایر کشورها چه مستقیم و چه از طریق دیگر ناقضان حقوق بشر با تهدید و تطمیع تلاش کرد از تصویب این قطعنامه جلوگیری کند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران ضمن استقبال از تصویب 56مین قطعنامه ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران، آن را مبین اجماع جامعه جهانی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران توصیف کرد و گفت این قطعنامه هرچند تنها بخشی از جنایت‌های ملایان را در بر می‌گیرد، اما است که ابعاد نقض حقوق بشر پس از آغاز قیام سری مردم ایران در خرداد امسال ابعاد بسیار وحشتناکتری به خود گرفته است. وی افزود پس از قطعنامه امروز و در شرایطی که میلیون‌ها ایرانی علیه دیکتاتوری دینی به پا خواستند، رابطه و معامله با این رژیم به طور مضاعف نامشروع است. ادامه و گسترش رابطه با آن باید کامل سرکوب و بهبود کامل وضع حقوق بشر مشروط شود. این رژیم شایستگی زندگی در خانواده ملت‌ها را ندارد و باید از آن طرد شود. خانم رجوی بمب اتمی همچون سرکوب وحشیانه ابزاری است که ملایان برای حفظ سلطه خود به آن نیازمندند و به هیچ وجه با مذاکره و امتیاز گرفتن از آن دست بر نمی دارند. لذا زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی رژیم آخوند به خاطر نقض حقوق بشر و پروژه تولید بمب اتمی مورد تحریم های همه جانبه قرار دهد. آنها که در اعمال تحریم ها تعلل و کارشکنی می کنند، خواسته یا ناخواسته هم صلح را در منطقه و جهان به خطر می اندازند و هم به کشتار و سرکوب مردم ایران مدد می رسانند.